الهی رایگان مگذار ما را، به دست این و آن مگذار ما را. کرم پروردگان می خداوند، به لطف دیگران مگذار ما را. الهی هرچه شایان استان کن، نمی گویم چنین کن یا چنان کن. چه داند بنده اسرار خدایی؟ خدا را هرچه می زیبت همان کن. به نام آفریدگار بزرگ و با سلام و احترام حضور اندیشمندان ارجمند، دوستداران علم، دانش، ادب و فرهنگ، بزرگوارانی که بعداً از طریق رسانه اجتماعی برنامه را مشاهده می کنند، سلام و احترام و تمنیات نیک تقدیم است. خوشحال هستیم که نخستین برنامه پنجره به سوی کتاب را که از سوی کتابخانه درخت دانش برگزار میشه، با رونمایی و نقد کتاب ارزشمند نویسنده، پژوهشگر و اندیشمند شناخته شده کشور ما جناب عبدالقیوم ملکزاد آغاز میکنیم و امیدوار هستیم این برنامه آغازگر برنامه های بیشتر در زمینه ادب و فرهنگ سرزمین بزرگ ما باشد. برنامه را با معرفی کوتاهی از جناب ملکزاد صاحب آغاز میکنیم و بعداً میریم به طرف سخنرانی دوستانی که تشریف دارند و سپس پیام شنیداری داریم از جناب مسعود خلیلی، فرزند فرزانه استاد خلیل الله خلیلی میشنویم و در پایان برنامه سخنرانی از جناب ملکزاد صاحب داریم و سپس 15 دقیقه اختصاص میتیم به پرسش ها و پاسخ های که از جانب ملکزاد صاحب ارائه میشه. عبدالقیوم ملکزاد شاعر، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده و مشهور سرزمین ماست. ایشان در ولایت فاریاب به دنیا آمده است. لیسانس خود را در رشته ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه پنجاب گرفته است. ملکزاد صاحب نامی است آشنا در عرصه ادب و فرهنگ در افغانستان که از سال 1353 خورشیدی فعالیت‌های ادبی و فرهنگی خود را آغاز کرده است. ایشان در دوران جهاد، سردبیری جریده مجاهد، ریاست انجمن نویسندگان جمعیت اسلامی، سردبیری مجله ترکی استانبول و رای نیستان به عهده داشته است. پس از سال 1371 ایشان به سمت‌های ریاست عمومی رادیو تلویزیون و افغان فیلم در افغانستان کار کرده است. گذشته از فعالیت‌های ادبی و فرهنگی جناب ملکزاد صاحب، ایشان در عرصه دیپلماسی وظایف متعددی را به سر رسانیده است و قبل از سقوط افغانستان به حیث سفیر افغانستان در بنگلادش ایفای وظیفه می کردن. از جناب ملکزاد صاحب آثار متعددی به نشر رسیده است در زمین های مختلف و آثار نانشر شده دیگه هم دارند که رویشان کار می کنند که امیدوار هستیم به زودی به زیور چاپ آراسته شوند. با این معرفی کوتاه و مختصر از جناب ملکزاد صاحب شروع می کنیم به نقد به جریان نقد و رونمایی کتاب بررسی فرایند نوستالوژی در اشعار استاد خلیل‌الله خلیلی است. سخنرانای معظم که تشریف دارند جناب دکتر صاحب لبیب، جناب دکتر صاحب انصاری و جناب دکتر صاحب شور سخنرانی میکنند. منتظر جناب شمس الحق آریانفر هم بودیم که تا هنوز تشریف نیاوردند. بنان شروع میکنیم از جناب دکتر صاحب خواجه بشیر احمد انصاری که صحبت خدا آغاز بکنن، اما قبل از او یک معرفی کوتاه از جناب انصاری صاحب. جناب خواجه بشیر احمد انصاری در رشته شریعت و قانون، زبان و آموزش و پرورش تحصیلات دانشگاهی دارند و در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و دکترای خود به دست آوردند. در حوزه های فرهنگ، جامعه، دین و سیاست و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و استعمار با تمامی لایه های آن قلم زده و به اصالت فرهنگی و وحدت و همگرایی منطقه‌ای باور داشته است. ایشان مدت 10 سال مصروف تدریس در نهادهای تعلیمی و دانشگاهی در امریکا بودند و مدت 5 سال مسئول بخش گفتگوها و مبارزه با افراطیت و تروریسم وظیفه اجرا کردند.
جناب انصاری صاحب بیشتر از 10 جلد کتاب و حدود 200 مقاله در مطبوعات داخلی و خارجی به نشر رساندند. جناب انصاری صاحب، مایک از شما، بفرمایید. به نام خداوندی که انسان را آفرید و به انسان قدرت بیان ارزانی فرمود و همچنان خداوندی که میکانیزمی را در وجود انسان گذاشت که به نام نوستالژی شهرت داره و امروز شناخته میشه و با انمی میکانیزم است که ما خاطرات شیرین یک در زندگی داریم، او خاطرات پررنگ حفظ میکنیم و خاطراتی که تلخ است رنگ میبازه در مسیر زندگی ما. و واقعا در اینجا در قدم اول ما این اثر بر جناب ملکزاد صاحب تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنان به شما انجینر صاحب آغاز برنامه را میمون باد میگم. خدا کنه که انشالله که برنامه تا سالهای سال دوام پیدا کنه، چرا جای همچو یک برنامه خالی بود. به هر حال مسئله نستالجی مسئله واقعا یک موضوع مهمی است در عرصه های مختلف معرفت انسانی و این وقتی که امی هوفر در دانشگاه سوئیس به کشف ازی و به معرفی ازی پدیده دست یازید، نمیدانست که این مفهوم چه عرصه های دیگر ای احتوا میکنه در آینده. و ما ممنون هستم از جناب ملکزاد صاحب که به این موضوع پرداختن در قدم اول، دومی که به استاد خلیلی پرداختن که ما میشه بگویم که استاد خلیلی زبان و ترجمان فرهنگ و تمدن و تاریخ ماست و اگر بگویم که در افغانستان یک فرد به عنوان شاعر ملی معرفی شما باید استاد خلیلی باشه که دلایل زیادی در این عرصه وجود داره که ما وقت دوستاره نمیگیریم. و همچنان این موضوع برای میلیون ها انسانی که امروز از سرزمین ما آواره شدن برای از یا هم مهم است. چرا همه ما در آتش نستالژی می سوزیم و همه ما را شب و روز تجربه میکنیم. در کابل، در امریکا و در استرالیا و اروپا بخواب میریم و صبح، یا در کابل بخواب میریم و صبح از کشورها از خواب بر میخیزیم. دیگه به این لحاظی برای ما مهم است. نستالژی در عرصه های مختلف علوم انسانی رخنه کرده و جلوه هایی داره. در فلسفه مثلا موضوع ذات و موضوع هویت و همچنان انسان و تاریخ، این مسائل است که میشه در عرصه فلسفه به این پرداخته شود. در جامعه شناسی مسئله هویت ها و تاثیرش بالا و نستالژی رابطهش با هویت و تاثیرش بالای جامعه و همچنان در حتی در تجارت امروز میبینیم که در بازارها از نستالژی استفاده میشه در قسمت ترویج تجارت، در زمینه های ترویج تجارت. در سیاست وسیله سربازگیری، وسیله اجنداها و بسیج مردم است و همچنان ایستادن در برابر هر موج تحول از نستالژی استفاده میشه. و همی که مثلا مردم به فرزندان شخصیت های بزرگ و رهبران روی میارند، یگانه دلیل و نیرومندترین دلیلش در نستالژی نهفته است. در دین همچنان ما میبینیم که در کشور ما در از لحاظ اجتماعی یگانه خاطره که در ذهن مردم میمونه حج است که تا آخر زندگی از یاد میکنن. و یا ای که ما به قرون اولی اسلام مثلا توجه خاصی داریم و خصوصا به قرن اول دوم و همچنان به کسی به چیزی که به نام سلف یاد میشه، قرون ثلاثه، سه قرن اول و چیزی که به نام سلف یاد میشه و این جلوه های مختلفی داره. مثلا امروز امریکا شعاری که ترامپ داره میگه Let make America great again که اساسا یک مفهوم نستالژیک است. به هر حال در این رابطه پیش نمیریم. نستالژی در ادبیات جهانی ریشه داره. مثلا این از هومر شروع میشه که در اودیسه به یه اشاره کرده، بسیار اشاره واضح کرده. در ادبیات عربی هم
یک نقل قول را جناب ملکزاد صاحب از کدام دانشمند ایرانی کرده که گفته که در ادبیات فارسی نسبت به ادبیات عربی بیشتر توجه شده به نستالژی، اما ما فکر میکنم این سخن دقیق نیست، به این لحاظ که حتی در اشعار شاعرای عصر جاهلی که مشهورترینشان امرؤ القیس است، یک معلقه بسیار طولانی، یک شعر بسیار بلندی داره که آغاز میشه: قفا نبک من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللوى بین الدخول فحوملی. میگه ای هم سفران، لحظه درنگ کنید تا به یاد یار و دیار بگریم، یاد یار و دیاری که در ریگستان میان دخول و حومل موقعیت داشت. و این شعر که از آغاز تا انجامش میخونیم شعر بسیار طولانی است، میبینیم که همهش جلوه های نستالژی در همهش باستا پیدا کرده. اما ادبیات ما که امید است در چاپ دیگه اگر جناب ملکزاد به این توجه کنه که ریشه های نستالژی یا جلوه های نستالژی در ادبیات کهن ما مورد بحث قرار بدن، که یکی از نمونه هاش مولوی است. مولوی اونمو شهکار خود با بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند: از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. با نستالژی آغاز میکند، با نستالژی بسیار عمیق، و مولوی نستالژی را از زمین به آسمان میبره و با او یک پهنا و عمق بزرگی میبخشه. مثلا مولانا شعر داره که میگه که بسیار میبخشید شعر داره که میگه: روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدم، آمدنم بهر چی بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفس ساختن از بدنم. جان که از عالم علوی است یقین میدانم، رخت خود باز برانم که به آنجا فگنم. باز میگه مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفس ساختن از بدنم. و هر حال این همش یک فریاد نستالژی است که مولوی را سر میده. استاد خلیلی، من یک تجربه شخصی دارم با اشعار نستالژیک استاد خلیلی. وقتی که در کالیفرنیا بودم، کالیفرنیا در ظاهرا دورترین نقطه زمین به افغانستان است، همین بیت استاد خلیلی همیشه در ذهنم انعکاس میکرد. استاد خلیلی میگه که طرفه حال است که از آن آتش سوزان دارم، دورتر میروم و بیشترم میسوزد. یعنی همونطور یک بیت، من تجربه ندارم که در جای دیگه خوانده باشم. شعر دیگه، بیت دیگه داره که استاد میگه که: قربان کوچه های گلالود و تنگ تو، از شهر شاخ زن به سما میپرستمت. این قسمی که معلوم میشه این شعر انگام اقامتش در نیوجرسی شعر سروده باشه، و نیوجرسی در کنار دریای هدسون هم شعرهای گفته، و معلوم میشه که این در حدود شاید 1 میل مسافه نداره یا 1 کیلومتر مسافه نداره از منهتن. منهتن جایی است که شهر تعمیرهای شاخزن به سماست، و در اینجا میبینیم که استاد خلیلی از عمیقترین واژه ها استفاده میکنه، مفاهیم. میگه قربان، قربان با قربان شروع میگه که عمیقترین صورت عشق به چیزی است. باز از کوچه های گلالود استفاده میکنه، که کوچه های خاکالود نگفته، گلالود یعنی در زمستان، و کوچه و همین کوچه های گلالود کابل اگر در زمستان شما تصور کنید، شاید کمتر جایی در دنیا مانند از او به یاد آدم بیاید. وادی را مقایسه میکنه با شهر شاخزن، با سما، شهر دارای آسمان خراش ها. شهر شاخزن ای معلوم میشه که از بیشتر از عربی استفاده شده، که ناطحات سحاب میگن، یعنی تعمیرهایی که ابرها را با شاخ میزنن. و در اینجا از پرستش هم استفاده میکنه که به این بیت بعد روحی و معنوی بسیار عمیق میده، که عالی ترین شکل اطاعت و دوستی است. همچنان اینجا یک موضوع دیگه هم مهم است که از امو پرسنفیکیشن یا شخصیت تشخیص. تشخیص، بله تشخیص، و یا بله تشخیص، که
امی امارت های بلند نیویورک ها که ما را شهر عمودی نامش مانده، از منحتن به چی جلمه با 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 یک گاو شاخزن ایرا تعبیر میکنه به یک صورت موجود زنده برزی برای میتا. و ما تصور میکنم وقتی که شعر بیت میگفته حتما در کنار دریای هدسون بوده و به طرف دو برج تجارت جهانی سیل میکرده، دو برجی که نماد غرور و جبروت امریکا بود و همچنان کوچه های گلالود افغانستان که نماد تواضع و نماد فقر و بینوایی و بیچارگی است. و در اینجا استاد خلیلی یعنی این بیت از این قله تعبیر از یک احساس نستالژیک است. استاد خلیلی در خانواده بسیار مرفه به دنیا آمده بود، اما چندان احساس نستالژیک به او به رفاه خانواده نداشت، به گذشته خانواده نداشت. اما آنچه که برایش مهم بود، هویت مهم بود، برایش تاریخ مهم بود، برایش آزادی مهم بود، این ارزش ها مهم بود. و چیزی که در میراث ادبی خلیلی به صورت پررنگ جلوه میکنه اونمو توجه به هویت است، به وطن است، به مردم است، که میشه این خلیلی را به نام شاعر پابرهنگان نام بگذاریم. ما مثلا یک نمونه دیگه از شعرش که توجه کرده بر مفاهیم، وقتی که میره در مدینه منوره در بالین حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شعر می سرایه، میگه که زین فاجعه شوم که بر ما به زمین رفت، فریاد اسیران تو تا چرخ برین رفت، آرامگه شعر خدا بلخ گزین رفت، ای صاحب دین گوش فرادار که دین رفت، در قلعه توحید نه درمان نه دیوار. در اینجا میبینید که مفهوم شعر خدا و بلخ و مسائل را یاد میکنه که مسائل بزرگی است که از بعد هویتی داره. خورشید بیاید و بلورند دواتش، خضر آید و مملو کند از آب حیاتش، توبا قلم آرد به من از شاخ نباتش، جبریل ورق عرضه کند از وجناتش، تا من به حضور تو کنم درد خود اظهار. ما نمیدارم این رقم مبالغه را، من در جای دیگه یاد ندارم که خوانده باشم با اونمو بضاعت اندکی که در ادب دارم. زمانی که پیکر استخوانهای سید جمال الدین به کابل می آوردن، در اونجا هم شعر مشهور سید جمال گفت که خلیلی گفت که استاد خلیلی، استاد سلجوقی میگه در اون روز ما استاد خلیلی را استاد خطاب کردم در همون روز. و در اونجا هم جلوه های نستالژی به صورت بسیار واضح و روشن جلوه میکنه. کوساره که به چرخ از سر تمکینش، ننشیند سر هر بام و در شاهینش، تب شهباز تو را نیز نیفتاد پسند، آشیان به جهان جز قلل سنگینش، کوساران فلکسا همه شب ذکر کنند روزگار تو را، روزگاران تو را با فلک و پروینش. استاد خلیلی یعنی اشعارش پر است از جنبه های نستالژیک که میشه در چاپ های بعدی جناب ملکزاد صاحب این کتاب بسیار زخیمتر بسازن و فرصتی دارن به خاطر این کار، به خاطر اینکه وقت بینندگان و وقت دوستان نگیرم، چند پیشنهاد مختصر در رابطه با کتاب. واقعا کتاب در وقت مناسب چاپ شده، با یکی از موضوعات بسیار مناسب پرداخته، موضوع مهم و اساسی، اما به نظر من چند کار باید صورت بگیره در چاکفای بعدی. اولی که بحث حب الوطن و حدیث حب الوطن مساحت زیاد گرفته، به نظر من هیچ نیاز زیاد نیاز دیده نمیشه که همین حدیث با اینمی اونمو اسنادش و با اونمو جرح و تعدیلش ذکر شود، چرا حدیث اساسا ضعیف است. اما ما مفاهیم زیادی داریم در قرآن در آثار اسلامی که به اهمیت وطن اشاره میکنه. مثلا امی کافی است که کفر و قتل همردیف
اخراج از وطن یاد شده در قرآن بارها و بارها. مرگ و یا برآمدن از دین و کفر هم ردیف ذکر شده در قرآن بارها و بارها. دیگه از این خاطر مسئله حب وطن یک چیز کاملا فطری است که در اعماق هر انسان وجود دارد. مسئله دومی که انمی بحث نستالژی فردی و اجتماعی را میشه که چی شود؟ میشه که این رابطه به هویت داره اساسا. میشه که عنوانش جنبه های هویتی نستالژی یا یک عنوان دیگه برش داده شود و از بعد هویت به او توجه شود. فکر میکنم شاید این کار مناسب تر باشه. به هر حال وقت دوستان را نمیگیرم و باز هم تهنیت عرض میکنم به خاطر چاپی کتاب و انشالله که امید است که جناب ملکزاد صاحب کارهای بیشتر و کارهای عمیقتر و مهمتر انجام بتن و ما زنده باشیم و تجلیل کنیم را. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر زیاد جناب انصاری صاحب. لطف کردین. کتاب بررسی فرایند نوستالژی در شعر استاد خلیلی امروز به رونمایی و نقدش نشستیم با حضور اندیشمندان گرامی در 241 صفحه به نشر رسیده و 8 فصل دارند. به فصلهای از کتاب بخش نخستش آغاز میشه با نوستالژی غم غربت و تعریف و مؤلفه ها، بخش دوم با تحلیل نوستالژی وطن در میراث شعری استاد سخن خلیلای خلیلی، بخش سوم گرد غربت نشود شسته به دیدار غریب با ای بیت ناصر خسرو آغاز میشه، بخش چهارم رویکرد نوستالژیک در سروده های بهاری استاد خلیلی، بخش پنجم استاد خلیلای خلیلی و جلوه نوستالژیک در عهد نوجوانی و جوانی، بخش ششم جلوه بازگشت نوستالژی بعد کودکی، بخش هفتم ببخشید نمودای نوستالژی فردی و جمعی در شعر استاد خلیلی، بخش هشتم نوستالژی مرگندیشی و فقدان عزیزان و بخش واپسین هم که اختصاص داره به زیبایی ادبی و احساس نوستالژی در نثر استاد خلیلی و همچنان رویکردها. مقدمه کتاب به قلم استاد فضل رحمان فاضل نوشته شده که یک مقدمه بسیار زیبا، بسیار روان و ضمناً مثل هر اثر دیگه جناب استاد فاضل پر از معلومات و نکات خواندنی و ضمناً دانستنی است. خوشبختانه حضورم دارن که خیر مقدم میگیم استاد گرامی ما را. در این بخش میریم به سراغ سخنران بعدی ما که جناب دکتر صاحب سید محمد عالم لبیب هستند. جناب لبیب صاحب انخویی ماستری دارند در علوم فیلولوژی یا زبانشناسی و ادبیات شناسی که از روسیه گرفتند. در دانشگاه بلخ شهر مزار شریف جناب استاد بعد از ختم تحصیلات تدریس کردند و مدت در کابل در کابل بسیار معذرت میخوایم در کابل تدریس کردن، مدت ریاست دانشگاه بلخ با عهده داشتن و همچنان دانشگاه تخار. جناب استاد لبیب سردبیری ماهنامه ادبی فرهنگی انجمن فرهنگی امیرعلی شعر نوایی را با عهده داشتن. جناب لبیب صاحب به زبانهای فارسی، دری و ترکی شعر می سراین ازبکی و آثار زیادی از ایشان به نشر رسیدن که خدمت بسیار بزرگ و ارزنده در عرصه زبانهای ادبیات و فرهنگ فارسی و زبان ازبکی در افغانستان انجام دادند. رشته سخن می سپاریم به جناب استاد بسیار گرامی ما جناب لبیب صاحب. بفرمایید مگد اختیارتان از جناب استاد. تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلیدی در گنج حکیم. کتاب ارزشمندی که هم دیار و دوست گران قدر ما شاعر و ادیب و فرهیخته و پژوهشگر توانمند محترم عبدالقیوم ملکزاد زیر عنوان بررسی
فرایند نستالوژی در شعر استاد خلیل الله خلیلی نوشتند. ای اثری تحقیقی که مقوله بسیار مهم روانشناختی ادبی یعنی نستالوژی را در شعر استاد خلیلی به پژوهش گرفته با تمام ابعاد و گستردگی آن. البته باید بگویم که نوستالژی را خود در موردش جناب انصاری صاحب معلومات مفصلی دادن از گذشته تا امروز که در آثار شعرهای مختلف هم از عرب و عجم و همچنان شعرهای یونان و باستان بازتاب یافته. این مسئله موضوع بسیار زیاد عمده ای بوده که برای تمام ملل مشترک است. خب باید بگویم که نوستالژی به عنوان یکی از موضوعات ادبیات هنری میشه موجود بوده و مطرح شده و چون ادبیات به عنوان هنر به عنوان یکی از اشکال آگاهی اجتماعی انسان ها میتونه آبژه خود را یا کیشهی خود را از واقعیت بگیره، یعنی تمام واقعیت موجود چه واقعیت عینی باشه یا چه واقعیت ذهنی باشه میتونه آبشه یا شیعی ادبیات قرار بگیره، آبشه هنر قرار بگیره و از جمله یکی موضوع است که بخشی از محتوا را تشکیل میده، بخشی از محتوای اثر ادبی را تشکیل میده و ای نستالژی اینن اینمی موضوع است. موضوع اثر بخشی از واقعیت است که برای تصویر هنری از جانب شاعر و نویسنده برگزیده میشه و مسئله است که در اثر هنری مطرح میشه و یا موضوع اثر ادبی مسئله است نگران کننده و اضطراب انگیز برای نویسنده و شاعر که حل مشخص و معین خود را میطلبند و مواجهه. خوب نستالژی چنان که از آثار مختلف پیداست نخستین بار در روانشناسی مطرح شده و محترم پژوهشگر ما جناب ملکزاد صاحبم به اشاره کرده که نوستالژی ماخوذ از دو واژه فرانسوی است. خود در اصل ای از دو واژه یونان قدیم بوده. نوستالژی که یکی نوستوس و به معنی برگشت به وطن است و دیگه الگوس یعنی درد اندو و در مجموع معنایش حسرت وطن یا حسرت گذشته. ای در روان پزشکی یا در روحیات شناسی مطرح بودن. یعنی حسرت وطن با گذشته در روان شناسی نوی حالت واکنشی است که در اثر جدایی طولانی از خانه ایجاد می شود و با سندروم افسردگی آشکار می شود که گاهی به شکل حالت عصبی شدید یا روان پریشی است که با هیپوتیمی و بیخوابی همراه است. خب اولین بار این اصطلاح را پزشک سوئیسی به نام یوهان هوفر در سال 1688 میلادی ابداع کرده و بیماری سربازان سوئیسی را که به عنوان مزدور در دور از وطن خود خدمت می کردن و دانش آموزانی که بلافاصله پس از بازگشت به خانه ایشان شفا یافتن توصیف کرده.
اما بر این ای بعدا این اصطلاح شامل ادبیات شد، نوستالژی در زبان ادبی عصر رومانتیک فرانسه در آثار هوگو، بالزاک و بودلر معنای مختلفی به خود گرفت و در آثار هوگو به معنی درد سوزان دوری از وطن، در آثار بودلر به معنی اشتیاق به سرزمین های بیگانه، اشتیاق برای چیزهایی از دست رفته، و سرانجام در آثار سارتر به معنی در حسرت یا اشتیاق هیچ بودن. خب بعد این گونه دیده می شود که نوستالژی به عنوان موضوعی مهم در ادبیات به صورت عام در آثار شعرا و نویسندگان جداگانه به یکی از عرصه های پژوهشی ارزشمند ادبی مبدل گردید. محترم ملکزاد صاحب، در این اثر پژوهشی که به نظر ما نخستین اثر در ادبیات افغانستان، نخستین اثر پژوهشی در ادبیات افغانستان در رابطه با موضوع نستالژی و تطبیق آن و آثار ارزشمند یکی از نخبترین شاعران وطن یعنی استاد خلیل الله خلیلی است، این اثر نوشتند و فکر می کنم که پیش از این در موضوع نستالژی چنین اثر مونوگرافیک نوشته نشده و اگر هم شده در رابطه با استاد خلیلی تا کنون این موضوع تطبیق نشده. اما در کشور ایران در رابطه با موضوع نستالژی در ادبیات در آثار برخی از شعرهای کلاسیک و همچنان شعرهای معاصر چیزهایی نوشته شده که محترم ملکزاد صاحب در جریان نگارش این کتاب خود از اونها استفاده کردن، استفاده درست و بجا کردن و بنابراین ما این کتاب ارزشمنده به عنوان نخستین اثر یا مهمترین اثری که در رابطه با موضوع نوستالژی در تطبیق و ادبیات معاصر افغانستان و آثار سروده های ارزشمند استاد خلیلی که واقعا نماینده بزرگ ادبیات معاصر فارسی در افغانستان است را می بینیم. جناب ملکزاد صاحب، در بررسی فرایند نوستالژی در شعر استاد خلیل الله خلیلی در ادبیات شناسی فارسی در افغانستان ای اثر رشته تحریر در آوردن که ما ای اثر چنان که فصل های از را برشمردن ای اثر با مقدمه بسیار عمیق و عالمانه جناب فاضل آغاز میشه و از او که بگذاریم در بخش نخست کتاب عنوان نوستالژی توضیح شده. خب در این رابطه زیاد نمی پیشیم برای اینکه جناب انصاری صاحب نوستالژی را به صورت مفصل توضیح کردن و از او بسیار استفاده کردیم و جناب مریضان صاحب در بخش دوم کتاب خود به بررسی نوستالژی این موضوع بسیار مهم در آثار استاد خلیلی می پردازن و و ابعاد گوناگون موضوع را که نوستالژی وطن است، نوستالژی غربت است، نوستالژی در بهاری های استاد خلیلی است، نوستالژی در یاد از دوران جوانی است، نوجوانی است و در نوستالژی در دوره پیری و یاد از
بزرگان ادب و دانش و یاد از روحانیون و متصوفان رفته است. از اینا یاد میکنن، به ترتیب دیده میشه که نستالژی را میتوان در ابعاد مختلف به بررسی گرفت و در بخش دوم کتاب کنان که گفتیم، پژوهنده محترم به نوستالژی وطن در شعر استاد خلیلی اشاره میکنن و واقعا استاد خلیلی شخصی بوده که شخصی وطن دوست بوده و در تمام زندگی در تمام اشعار خود در توصیف وطن سخن گفته و مراتب محبت و دوستی خود نسبت به وطن در اشعار خود تبارز داده. و در این مورد جناب مریضات صاحب مثال های زیادی از اشعار استاد خلیلی آوردن که یکی دو بیت آن را من در اینجا نقل کردم و قصیده است که با ردیف پرستمت دوم پیدا میکنه: داند خدا که بعد خدا میپرستمت، آن ای وطن مپرس چرا میپرستمت، ذرات هستیم ز تو بگرفته است جان، با صد هزار جان همه جا میپرستمت، در نیمه شب که باز کند آسمان درش، با صد هزار دست دعا میپرستمت. بعد این ترتیب میبینیم که در این بخش با مفهوم وطن زیدگاه های گوناگون، یعنی از نگاه تاریخی و عرفانی به ویژه از دیدگاه قرآن کریم نگریسته شده و در رابطه با مقوله حب الوطن من الایمان هم که مشهور است در بین مردم به عنوان حدیث سخنانی گفته شده، اگرچه با ارائه مواخذ و منابع ضعیف بودن این روایت در رابطه با حدیث پیغمبر بودن مقوله حب الوطن، حرفهایی گفته شده که قابل تایید است. اگر چه حب الوطن من الایمان درست است که حدیث موثق نبوده باشه، اما سخن بسیار خوب و معناداری است. رابطه میشه که سخنان زیادی باید گفت. مؤلف کتاب در این خصوص نمونه در رابطه با در بخش دیگری که اشاره دارن در نوستالژی غربت است، یعنی زمانی که در وطن بی‌نظمی وجود آمد، بخصوص بعد از کودتای هفت ثور 1357، استاد خلیلی هم مانند هزاران و میلیون ها هموطن دیگر وطن را ترک گفتن و در مدتی در پاکستان تا زمان وفات خود مهاجر شدن. در این دوران مهاجرت شعرهای بسیار سوزناکی در رابطه با وطن، دوری از وطن سروده که نمونه بسیار بارز نوستالژی غربت، نوستالژی دوری از وطن میتونه به حساب بیاید. از جمله مثال هایی که جناب مریضات صاحب آوردن، یکی دو بیت امین خانم، مثلا استاد خلیلی در یکی از قطعات خود می سرایه که: باز امشب دوستان کشور به یاد آمد مرا، سوختم آن خاک جان پرور به یاد آمد مرا، شام دیدم مرغکی بر گلبنی خفته به ناز، آشیانی مهربانی
آشیانی مهربان مادر به یاد آمد مرا، در دلی این آسمانی نیلگونی نفرکار، نیم شب آن ماه و آن اختر به یاد آمد مرا. شب دلم در آتشی غمها به حسرت می تپید، نالشی اسپند بر مجمر به یاد آمد مرا. با این ابیات از یک قصیده استاد خلیلی که آن را به پیروی از چکامه معروف کژدم غربت ناصر خسرو سروده، بیت دیگری هم آوردن: هر دم زند برگ رگ جان نیشتر مرا، آوارگی از این چه کند بیشتر مرا. این چرخ سفله خو که به هر در نشسته است، آخر نشاند همچو خودش در بدر مرا. در زیر سایبان فلک جای امن نیست، تا شب شود به بالش راحت به سر مرا. پژوهشگر توانای ما در بخش های بعدی کتاب در جستجوی جنبه های گوناگون نستالژی در اشعار استاد خلیلی به کاوش و کاوش اصناف مختلف شعر او، چون سروده های بهاری استاد پیش و پس از مهاجرتش، جلوه های نستالژی در اشعار دوره نوجوانی و جوانی استاد خلیلی، بازگشت نستالژی به دوران کودکی و امثالان نیز می پردازد. و الحق که به هر یک از مطالب عنوان شده نمونه های بارزی را از لابلای کلیات استاد خلیلی در میابد و برای خوانندگان اثر وزینش پیشکش می نماید. چند بیت از این بخش ها که از استاد خلیلی نقل کردن به خاطر یاد بود از آن استاد شادروان می خوانیم: بهار مهربان چون مادرم بود، چمن گهواره گلها بسترم بود. نسیم روح بخش افسانه می گفت، که از خیش و گز خیش و گز بیگانه می گفت. یا که نوبهار آمد ولی امسال جان افزا نبود. این شعر البته در زمان غربت گفته: نوبهار آمد ولی امسال جان افزا نبود، آن همه زیبا که من می دیدمش زیبا نبود. دامنی رنگین صحرا گرچ بود از لاله سرخ، آن کهن داغی که می جستم در این صحرا نبود. صد بیابان نرگسی شهلا به چشم آمد، ولی نرگسی برگشته مژگانی مرا همتا نبود. غنچه خندان باغ رنگین شد ز فیضی نوبهار، آن تبسم ها که من می خواستم پیدا نبود. سرانجام در بخش های هفتم، هشتم و نهم کتاب باستاب نوستالژی فردی و جمعی در کلام استاد خلیلی، نوستالژی مرگ اندیشی و مویه های استاد در حسرت نبود عزیزان و مسیح های وی به مناسبت درگذشت شخصیت های علمی و ادبی و روحانی و همچنان وصیت استاد خلیلی در آثار وی به بررسی گرفته شده، و با ارائه مثال های روشنی از سروده های استاد به گونه روشن نشان داده شده است. در واپسین بخش کتاب پژوهشگر محترم با خامه توانای خود زیبایی های ادبی و احساس نوستالژی در نسل استاد خلیلی را به نمایش گذاشته است و پارچه‌هایی از نسل زیبای استاد خلیلی آورده که ما یک پارچه آن را به عنوان نمونه ای از نسل استاد خلیلی در اینجا یادداشت کردیم. استاد خلیلی در یکی از داستان گونه‌هایش می نویسه: آنگاه برزوی سیاهش را می پوشید، چموس های نرم ساختار شکری گونهش را به پا می کرد، چکمن برکی یا نمدی آستین بلندش را به شانه می افکند، کلاه نمدین بارانیش را بر سر و دستار کوچکش را به دست می گرفت، مست و مغرور از خانه به در می آمد و دیگر کشور خلوت و خاموش آشکارا دیگر کشور خلوت و خاموش آشکارا قلمرو بلا منازی می داند.
این هم یکی از نثرهای زیبای استاد خلیلی که میتونه با موضوع نستالژی ارتباط بگیره. خب بعد این ترتیب ما کتاب پژوهشی جناب عبدالقیوم ملکزاد را اثری نو در این موضوع یافتیم، یعنی بدین معنا که موضوع نوستالژی در ادبیات شناسی افغانستان آنقدر که لازم است هنوز مورد پژوهش قرار نگرفته، هم در رابطه با آثار ادبیات کلاسیک ما و هم با ادبیات معاصر، و این زمینه البته که منتظر آثار زیادی از دانشمندان و قلمدستان است که در این رابطه تحقیقات و پژوهش های بیشتری به انجام برسانند، و یکی کتاب مونوگرافی که جناب ملکزاد سید که در رابطه با اشعار استاد خلیلی نوشته شده، البته جنبه های بسیار زیادی را برملا ساخته و نستالژی را در ابعاد مختلف شعر استاد خلیلی بررسی گرفته، و هنوز همچنان که جناب انصاری صاحب فرمودند میشه که ابعاد و جنبه های دیگری را نیز از آثار بسیار ضخیم و زیاد استاد خلیل را به بررسی گرفت و جلوه های نوستالژی را در آنها نشان داد. ما برای جناب ملکزاد صاحب در این را و در عرصه ایجاد و پژوهش های ادبی پیروزمندی های چشمگیر تمنا میبریم و سخنان کوتاه خود در این رابطه در اینجا به سر میرسانم، و از دوستان و استادان محترم و شنوندگانی که در این ویدیو را خواهند شنید ابراز تشکر میکنم به خاطر توجهشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر جناب استاد، لطف کردین، یک عالم ممنون. قسمی که در آغاز نشست درس کردم خدمت بزرگوارای محترم، پیام از جانب مسعود خلیلی که نسبت بیماری نتانستن شرکت کنند نشست امروز متاسفانه داریم، پیامشان مشنیم و میریم طرف سخنران بعدی انشالله. دوست گرامی و دانشمند آقای ملکزاد، استادان بزرگوار و همه دوستان گرامی که در این برنامه از راه های دور سهم دارند، از صمیم قلب سپاسگزاری میکنم. ببخشید که من بیمارم و توانایی اشتراک در این برنامه عالی و ارزشمند را ندارم. نشر این اثر گرانبهای جناب ملکزاد که خود شاعر و نویسنده توانایی هستند و در ایام مهاجرت پدر بزرگوارم را مکرر ملاقات کردند، تبریک عرض می کنم. تقدیر از همه آنانی آن بزرگوارانی که استادانی که در این برنامه سهم گرفتند تا نظریات ارزشمند خود را ارائه کنند. گرچه من خود هنوز این اثر ارزشمند را نخواندم، اما می دانم که
این اثر پیرامون غم‌انگیزترین، رقتبارترین و اما با افتخارترین دوران زندگی پدر بزرگوارم می باشد و متاسفانه که باز هم بعضی از نویسندگان، شعرها و دانشمندان ما در همین شرایط قرار گرفتند که در سراپای کتاب آمده است. خدا بزرگوار است. من بیشتر توانایی از این ندارم که خدمت شما چند کلمه ای عرض کنم. بگذارید در همین لمحه غزل معروفی از پدرم به یادم آمد که همین غزل را به شما بخوانم و حرفهای خود را قطع کنم. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ از تف این بادیه سوخت سرا پاتنم، از تف این بادیه سوخت سرا پاتنم، مزرعه ما آتش گرفت، نم نم باران کجاست؟ مزرعه ما آتش گرفت، نم نم باران کجاست؟ ناله شدم، غم شدم، من همه ماتم شدم. ناله شدم، غم شدم، من همه ماتم شدم. آن دل خرم چه شد؟ و آن لب خندان کجاست؟ و اما مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ با محبت و احترام. پیامی بود از جناب مسعود خلیلی که خداوند شفا نصیبشان بکنه. آمین. میریم به ادامه برنامه و در این قسمت برنامه از جناب دکتر صاحب اسدالله شور دعوت میکنم که سخنرانی خود ارائه بکنن. دکتر صاحب اسدالله شور لیسانس و ماستری دارند در رشته ژورنالیسم و همچنان ماستری و دکترای خود در رشته ادبیات شفاهی زبان فارسی گرفتند. آخرین سمت رسمی که جناب استاد شور در افغانستان داشتند قبل از ترک کشور، عضویت مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان بود. دکتر صاحب شور تا به کنون که اگر بعد از این اطلاعات زیاد نشده باشه 55 تألیف دارند در زمین های ادبیات فارسی، تاریخ موسیقی و تصحیح متون کلاسیک. جناب شور صاحب خوش آمدین، باز هم بفرمایید. سلامت باشین. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام خدمت حاضرین گرامی در این مجلس شکوهمند و دانشمندان اشتراک کننده این محفل، از گفتار جناب دکتر صاحب انصاری و جناب استاد لبیب که حرفای جالب و تازه طرح کردن مستفید شدیم که حرفایشان ممد مطالب کتاب جناب ملکزاد صاحب بود که علاوه بر او چیزهای تازه را طرح کردن که برای ما شخصا آموختنی بود، یقینا برای همه شنونده ها هم همچنین خواهد باشه. خب برازی که وقت پروگرام فقط نیم ساعت دیگه مانده و سخنرانان دیگری هم هست، بعد از ما حرفای خود خلاصه می سازم تا تکرار گفته های جناب دکتر صاحب انصاری عزیز و استاد لبیب عزیز نباشه، تکرار نشه.
ما این حرف های خلاصه را آغاز میکنیم از اینکه نوستالژی یا احساس دلتنگی برای رویدادها موجی ارزش های فرنگی و چیزهای بسیار چیزهای دیگر بسیار چیزهای دیگر زمان گذشته جزی از خصلت های طبیعی انسان است که در حالات ویژه به انسان دست میده و این همان حالت خاصی است که در زبان گفتاری ما آن را دق شدن میگویند و در زبان ادبی پژمان شدن که در زبان گفتاری تاجیکان پردریا صورت پزمان شدن را به خود گرفته است و شعر که بیان احساس شاعر است همیشه وسیله برای بیان دلتنگی ها بود و هست. ادبیات فارسی و حتی ادبیات شفاهی زبان های محلی کشور ما نه تنها کاوگنده از مضامین شاعرانه این احساس است، بلکه در تاریخ ادبیات فارسی نوستالژی به عنوان تاثیرگذارترین شیوه سخن به ثبت رسیده که قدیمیترین نمونه تاریخی این نوشیر اون سرود دلتنگی بوی جوی مولیان آید همه یادیار مهربان آید همه قافل سالار سخنوران زبان فارسی دری ابو عبدالله رودکی است که بنا به نوشته نظامی روزی در نوادر الوقایع یا که به نام چهار مقاله هم معروف است اندکی بیشتر از 1100 سال پیش از امروز نصر ابن احمد سامانی را واداشت که تا یک پا در موزه و پای دیگر برهنه روی اسب جهیده رو بخارا نهد که با اهل دربار و لشکرش 4 سال دور از آن شهر بسر برده بودند. در ادبیات شفاهی مردم ما نیست از دو بیتی فارسی و لنده پشتو گرفته تا سوزوان ها و خوشخوای ازبکی نیکوهای بلوچی در گلیکای شغنی و امثال اینها باستاب دلتنگی حضرت آمیز مردم را با وضاحت میبینیم و حتی نام درگیلی که زبان شغنی صورت لهجوی واژه دلگیرک است، زیرا برخی از مردم شمال کشور ما آواهای بعضی از حروف بعضی از واژه های یکجایی و دوجایی را جاگزین هم دیگر می سازند، مانند دریا، بوریا و هست که آنها دیرا و بویرا و هبس تلفظ می کنند. در گلیک که تک بیتی های مقفی 7 اجایی است، شغنی ها در زمان خانش این تک بیتی های خود پس از اتمام هر بیت واژه درگیر را دوبار تکرار می کنند، یعنی از دلگیر شدن می نالند و محتوای اغلب در گلیک ها نیست شکایت از دلتنگی دارد، مثل درگیل مادیک درگیل امزد هو یاران ترچیز امزد، یعنی از دلگیری دلتنگ شده هم زیرا هوای دوستان بسرم زده است. به همین سبب است که مردم شغنان این نمود شعر خود را درگیلی یا یعنی دلگیرک نامیدن. این مضمون شعر در گذشته ها مورد توجه ادبیاتشناسان کلاسیک زبان فارسی دری قرار نگرفته است، اما چون روانشناسان اروپا در سده 19 میلادی چون این احساس را گونه ای از مشکل روانی تشخیص دادن و آن را نوستالژی خواندن، ولی اندکی بعد آن را احساس طبیعی نامیده از سیاهی ناراحتی روانی حذف کردن، این اصطلاح جدید مورد توجه ادبیات شناسان نیز قرار گرفت تا اینکه در نیمه دوم سده 20 ادبیات شناسان ایران جستا گرفته آن را در ادبیات فارسی پی گرفتند، ولی این موضوع در ادبیات فارسی کشور ما و با ویژه در سخن استاد بزرگ زنده یاد استاد خلیل الله خلیلی نخستین بار است که توسط جناب ملکزاد مورد مطالعه دقیق قرار گرفته در ساختار یک اثر تحقیقی مونوگرافی مستقل تقدیم اهل ادب گردیده است و این کار شایسته ابتکاری و در خور هر گونه ستایش و تقدیر. ویژگی مهم کار پژوهشی جناب ملکزاد در این است که پیش از همه ابعاد گوناگون حسرت و دلتنگی را مورد مطالعه قرار دادند و پس از آن با مرور موشگافانه دفترهای مختلف شعر استاد خلیل الله خلیلی ابیات و قطعات را یادداشت گرفتند که بازتابنده این احساس بودند و سپس با دستبندی موضوعی این نمونه ها با نوستالژی میهن، دلتنگی غربت، احساس خزان زدگی، یاد شادی های عهد جوانی، بیغمی های دوران کودکی، نوستالژی های فردی و گروهی یا خاص و عام و مرگندشی و دلتنگی نبود عزیزان گروه بندی نمودند. جناب ملکزاد تنها به کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی این احساس در سخن استاد بسنده نکردند و آنچه گردش پژوهششان را بسیار بلند میبرد بررسی ارزیابی و تحلیل کارشناسانه این اصناف نوستالژی در شعر استاد خلیلی است. به گونه نمونه بخش دوم کتاب که صفحات 24 تا 56 در بر میگیره
نوستالژی و یهلا زیر 14 عنوان از آیه‌های گوناگون مورد تحلیل قرار دادند. همچنان سایر بخش‌های نوگانه کتاب که البته 8 بخش و پایان کتاب که 9 فصل میشه، هر کدام از 2 تا 10 جهت مختلف مورد بررسی قرار دادند تا برای خواننده اثرشان سوال باقی نماند. موضوع دیگه که شایسته یادآوری است در پهلوی دقت در تحقیق سختگیری جناب ملکزاده در امانتداری و کوششان در طرح نمودن آن فهم مسائل نوستالژی در سر تا سر کتاب است که بسیار مشهود و محسوس است. مثلا در محیطی که ما و ملکزاده صاحب زندگی میکنیم، یعنی در شهر تورنتو کانادا، بسیار کسایی هستند که ما یک کتاب و سال یک کتاب بیرون میتن، ولی در وقتی که فرستی مخاطب شما میبینیم می نشه بکر که منبع انترنت معلوم نیست که نوشته کیست، در کدام انترنت است، در کدام سایت است. ولی ملکه صاحب وسواس بسیار زیادی داشتن در این قسمت که باید یک نکته هم از کسی استفاده شده چی از کتاب چی از سایت های انترنتی با دقت معرفی شود که این از نوشته کی گرفته شده، استناد به گفته کی است. و این کارشان در تحقیقات امروزی بسیار نادر است. البته تحقیقاتی که حتی تحقیقات در داخل افغانستان در 20 سال اخیر صورت گرفته، بسیاری کتاب ها بر همین مبنای دادن مؤاخذ سرسری یا خاموش گرفتن خود از معرفی مؤاخذ انتشار یافتند. ولی جناب ملکزاده صاحب در حفظ امانتداری بسیار زیاد وسواس داشتن و همه مؤاخذ خود جای به جای در متن ارائه کردن. و مسئله دیگه، هدف ملکزاده صاحب از سخنانشان در جریان تألیف هم پیدا بود که میخوان یک کتاب در این زمینه، چون نو است، موضوع کاملا ابتکاری است، جدید است برای خواننده ها، باید قسم ارائه داده شود که آن فهم باشه و خصوصا جوانان ما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن اینا هم بتونن استفاده کنن، چون زبان از اینا زبان فارسی را کمتر از کسایی میدونن که در داخل کشور زندگی میکنن. از این جهت باید کتاب به زبان ساده و آن فهم طرح شود که در این کار خود هم موفق بودن و کارشان مورد تایید است و نه تنها مورد تایید بلکه قابل تقدیر است کارشان. در مجموع کتاب جناب ملکی دار صاحب میتونیم خصوصیاتش را فشرده بسازیم. یکی که اولین کتاب است که در مورد نوستالژی در شعر یکی از شعرهای زبان فارسی دری در کشور ما تألیف شده، و دوم اولین کتاب است که در مورد نوستالژی های بازتاب یافته در اشعار استاد خلیلی کتاب کجوهای صورت گرفته و شکل کتاب با خود گرفته، و سومی که همین مسئله دقت و در ارائه مؤاخذ و طرح نمودن مسائل به زبان عام فهم صورت گرفته. این 4 خصوصیت این کتاب تازه است که جناب ملکزاد با موافقت کامل به هدف خود رسیدن، ما برشان این موافقت تبریک میگیم. اما موضوع نوستالژی در ادبیات دری افغانستان یکی از موضوعات مهم اکادمیک است و خواهش ما از ملک زاده صاحب است که اگر کوشش کنن در برای چاپ آینده کتاب، این کتاب بیشتر به شکل اکادمیک ارائه بدن، به خاطر از اینکه موضوع بسیار مهم است و ملک زاده صاحب بسیار زحمت کشیدن و موفق بودن در نوشتن از این کتاب. همین کتاب حیف آدم میه که تنها برای کسایی باشه که مثلا مشکل زبانی دارن و آن فهم باشه، ولی چون موضوع بسیار مهم است
اگر ملک دوست لطف بکنن، جناب بیانصاری صاحب هم بعضی نکات اشاره کردن و جناب استاد لبیب هم این کتاب یک بار دیگه یک تجدید نظر بکنن. البته ما یه حرف نمیدیم که کتاب کاستی داره، نقص داره، ما هیچ وجه در کتاب نقص نمیبینیم، ولی اهمیت کتاب لزوم ازیره مطرح میسازه که باید کتاب به شکل اکادمیک با استفاده از مؤاخذه مطبوع و چاپ شده جدید تجدید نظر شود و ارزش این مسئله ارزش کتاب بالاتر میبره و در ردیف کتاب های ماندگار در سطح اکادمیک موازنه میسازه کتاب. پیشنهاد ما همین بود. یک بار دیگه موافقت بیشتر دوست عزیز جناب ملکزاد صاحب ملکزاد صاحب از خداوند آرزو دارم و برای جناب ملکزاد صاحب همچنان برای ناشر کتاب فریجان معتاد مسئول انتشارات بارمکیان که این کتاب ارزشمند چاپ کردن و در پالوی ازی چندین کتاب ارزشمند دیگر تا والا با جزی که از عمرش بیشتر یک سال نمیده از عمر انتشارات بارمکیان کتاب های بسیار مهمه چاپ کردن، چنانچه همین چند روز پیش تشریف آورده بودن و 5 تا کتاب رو مدیه کردن، کتاب تاریخ بی‌نظیر قبلگاهشان بس که بسیار نکات جالب رو طرح کردن و کتاب پنجمین کتاب مولانا شناسی جناب قاضی سرک عمر مهربانه که بسیار کتاب جالب است چاپ کردن، ما بر اونا هم نشر اثر تبریک میگم. از توجه شما سپاسگزار هستم. گپ همینجا ختم میکنم که 12 دقیقه پوره شده، میخوایم آن تایم باشم و بر دیگران نوبت برسه. باز از توجه شما تشکر، سلامت باشین. تشکر جناب دکتر صاحب، لطف کردین. کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. جناب دکتر صاحب آریانفرام تشریف آوردن، فکر میکنم در ابتدای صحبت تشریف نداشتن. دکتر صاحب شمس الحق آریانفر تحصیلات خود در دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل به پایان رساندن و همچنان ماستری دکترای خود در می رشته از اکادمی روسیه در تاجکستان گرفتن. دکتر صاحب آریانفر که خودش از جمله نویسنده و پژوهشگرای شناخته شده کشور ما و شماست، در سمت های ریاست عمومی رادیو تلویزیون افغان فیلم کار کردن، همچنان ریاست های روزنامه اصلاح و انیس آباده داشتن. چون کم کم نزدیک میشیم به پایان برنامه، توجه دوستان را به وقت میخوایم. 10 دقیقه بر سخنرانی داریم. جناب آریانفر صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزار هستم از شما و از برنامه‌تان و تشکر میکنیم از ملکزاد صاحب به خاطر کار بزرگی که کردن. من سخن از این آغاز میکنم که استاد خلیل الله خلیلی بزرگترین شخصیت ادبی، تاریخی و سیاسی جامعه ماست. شخصیت ناتکراری که در تاریخ ما و شما قسمی که لازم است هنوز شناخته نشد و به این اساس کار روی آثار استاد خلیلی، کار ملکزاد صاحب میتونه کار بسیار بزرگ و با ارزش باشه، بخصوص از این نگاه که استاد خلیلی از روزی که خودش شناخته آغشته با درد و با هجرت و حرمان است تا روزی که وفات میکنه، هیچ کسی چنین نبوده. از روزی که خودش شناخته گرفتار حرمان و حسرت و تبعید و دوری از وطن است تا روزی که میمیره و تا روزی که از دنیا میره. استاد خلیلی 11 ساله است که پدرش شهید میشه. استاد خلیلی بعد از 10 سال غربت و آوارگی و فشارهای روزگار که حتی برش اجازه درس خواندن نبوده، بعد از 10 سال مطرح میشه به عنوان کسی که در نظام حبیب‌الله کلکانی به عنوان مستوفی در بلخ. در امو زمان است که شوروی
نخستین تجاوزش به افغانستان میکنه. در امو تجاوز شوروی، استاد خلیلی مثل که در نخستین کتابش بر در کتابش به عنوان نخستین تجاوزی شوروی به در افغانستان می نویسد، نقش بسیار بزرگ داره. خلیلی است که از بلخ نشانه های تجاوز شوروی را که زین است و شمشیر و سیاس میاره در کابل و حبیب الله کلکانی در جریان قرار میگیره که در او زمان ارتباطات محدود بودند و باز جریان بعدی است که سفیر روسیه را تهدید میکنه و این مسائل. این از امو زمان در حوادث منهمیک است و شریک است و بعد از چند ماهی که در دوره زمان حبیب الله است باز آواره است 20 سال دیگه، 20 سال دیگه حبیب به استاد خلیلی در قندهار و در ایرات و در اینجا به گونه در سایه خیشایش نایب سالار عبدالرحیم خان زندگی میکنه و اما تبعید است به کابل آمده نمیتونه. وقتی که باز به کابل میاد بعد از مدتی کوتاه باز زندانی میشه، زندانی که این بار حکم مرگش صادر است و هاشم خان میخواهد که ایره به در ملای عام در پیش روی همه کارمندا اعدام بکنه که برای دیگرای برد شود. خود استاد خلیلی در خاطراتش را بسیار مفصل نوشته و در امو جاست از شدت درد و رنج یک بار حتی به دست به خودکشی میزنه که میگه ما به خاطری کار کردم که با زندانی ساختن ما 40 نفر دیگه از خانواده ما از خانواده ما از دورترین خیشار هم آورده بودن زندانی کرده بودن. مثل امروز طالب اگر یک کسی گناه کنه تمام خانواده را به جزا می کشیدن. در او وقت هم این مسئله بود. باز میگم من گفتم خب بیا من از دنیا برم که تو همین مردم های دیگه از غم خلاص شد. با یه رنج خلیلی زندگی میکنه تا ای که باز امو جالب است که بعد امو قصیده را در خودش میگه که یکی از روزها امو قصیده ای که آیی که نیمه شب زند از سینه سر همی از گنبدی سپیر نماید گذر همی. و باز در پایان از این قصیده ارزیالش به پیامبر خدا میکنه که فرمانه نجات ما را زودتر فرست تا وار هم از این بند یا از این خطر همی. که قصیده طولانیست. جالب است که فردای زمی زندانبان می آید و میگه که هاشم خان مرد و ای باورش نمی آید. میگه حتما می خواهن از من گپ بگیرن، هیچ عکس العمل نشان نمی ده. و حرف همیست که هاشم خان فردا مرده و استاد خلیلی می گفت که بعد از او دیگه زندان ها ریا شد و مرا بردن در زندانی ولایت. در اونجا شعرهای دیگه و دوستا آمدن به دیدن من. از شعر پرسان کردن همی شعره که نشان دادم. یکی از اونا گفت تو را پیامبر خدا نجات داده. دیگه این شعر خودش ارزیال است که در هر جا می گفتی به نتیجه می رسید و بارگاه خدا و به ارزیال و پیامبر. به هر حال خلیلی دو ویژگی داره، یکی حسرت و حرمان، یکی درد و اندوه و اعتراض. تا آخر زندگیش این دو اصل است. ملکزاد صاحب یک بخشی از زندگی خلیلی را که حسرت و حرمان و یاد وطن و یاد روزگارهای گذشته از او است یاد کرده، در جوانب مختلف بازتاب یافته. بخش دیگه از اونم که درد و حرمان است، درد و اعتراض است، او را هم باید به گونه در کارهای بعدی که میکنن انعکاس پیدا کنه. یکی از و اما کاری را که استاد ملکزاد میکنه واقعا کار نو است. ای بود شخصیت خلیلی تا هنوز
روشن نشده بود یا بیان نشده بود، و هم ای کار نواز هم کار در رابطه با یک شخصیت بزرگ، شخصیتی که اثرگذار است در سراسر قلمرو زبان فارسی به عنوان ملک الشعرا، به عنوان بزرگترین شاعر سبک خراسانی، به عنوان آخرین یا آخرین قصیده سرای زبان فارسی به سبک خراسانی است، و بزرگترین شاعری که دیگه بعد از او به گونه از او شاعری با او توانایی و با او صلابت و بزرگی نداریم. کار ملکزاد صاحب از این نگاه قابل قدر است که میتونه در مراحل بعدی در روی ابعاد زندگی درد آلود و اعتراضی خلیل استاد خلیلی هم کاری بکنه. خلیلی در حقیقت اما مصداق اما شعری لایق شیرالی است که میگفت قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، سرنوشتی مردمی پیچیده فریادی من است. آنکه عمری مرده مرده زندگی کرد و نمرد، سوختن افروختن آیین اجدادی من است. خلیلی تا آخر سوخت و افروخت و اما زندگی کرد و برای ما نشان داد که پایداری و ایستادگی چیست. ما کسایی را در شرایطی بعد از او در 40-50 سال دیدیم با کوچکترین حادثه، با کوچکترین فشار خرد شدن، شکستن، تسلیم شدن، نیست شدن. این خلیلی است که در از کودکی کسای دیگری که در کودکی زیر او فشارها قرار گرفته دیگه ختم شده در صحنه نیامد. به هر حال این بزرگی خلیلی رو نشان میده و نشان میده که یک استعداد خاصی در او، یک ظرفیت خاصی نیفته بوده. اما نوستالژی وطن در شعر خلیلی بیشتر یاد وطن ملکزاد صاحب خوبتر بازیابی کرده، اما جایی که پدنم جایی که میگه از یاد وطن بیشتر روشن صحبت میکنه. باز امشب دوستان کشور به یاد آمد مرا، سوختم آن خاک جان پرور به یاد آمد. یا که میگه من بی وطن که دور زی آغوش مادرم، بشکستم در آتش و در خون شناورم، که بازم یادی وطن است. یا هردم زند برگ برگ رگ جان نیشتر مرا، آوارگی از این بیشتر از این چی کند بیشتر مرا، که بازم همو دودی و آوارگی و درد هجران است. اما در شعرهای غربت و در شعرهای نوستالژیکی خلیلی یک چیز دیگه هم نهفته است و او تصویر سرزمین، تصویر کشور. وقتی که شما او شعر میخوانین تنهایی نیست که او دلتنگ وطن باشه، میبینین که وطن به چی وضعیت است، به چی حال است. تاریخ مجسم یک کشور است یا تصویر مشخص یک سرزمین است که میگن به ناموس مسلمان میکند بازی کنون ملحد، مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی. نشان میده که در وطن چی میگذره. یا میگه گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان را نگشاید. یعنی کشوری است که به خون غرق است. یا جای لاله خون دمد از کوه سرای وطن، که در کشور سر تا پا خون گرفته. همچنان که بازم همو باستاب وضعیت داخل کشور است، جای گل روید از آن فرخنده با، حسرت و اندوه و اشک و درد و داغ، سرخ شد از خون مردان سنگ سنگ، برگ برگ انجمن شد لاله رنگ. تصویر روشن است که سر و پای کشور به خون تر است. و در همو شعری که
که از بد وطن و از دوری وطن یاد میکنه، تصویری روشن از وطن میاد. یا بس که بمبار شد شده روز و شب این شهر و دیار، که باز همی بمبار دست و وضعیت وطن در همه جزئیاتش ذکر میکنه. به این اساس ما میبینیم که خلیلی تماما تصویری از وطن میده، اما بخش نوستالژیکش و حسرت و حرمان و یاد وطنه که بگذاریم شعر خلیلی شعر درد، شعر اندو، شعر اعتراض است. زندگی که آری کرامت بود، همه آن بیریا تمرد شیطان هم آرزوست، یا آن بیریا تمرد سلطان هم آرزوست. و بسیار به صراحت میگن، به همین خاطر است که این بخش شخصیت استاد خلیلی اوج ظرفیت و توانایی خلیلی است. که و حتی شما اگر عاشقانه ترین غزلای خلیلی را بشنوین، انباشته از درد و اندوز. من بعضی نمونه ها را خدمت شما عرض میکنم. از درد و اندویی که میگه که چه قسم زندگی کرده: دل شکسته من تخت مشق آزادی است، که نقش بسته بر آن رنج های بیشمرم. ز لوح دل نشود پاک آن نقوش سیاه، هزار بار بشویم مگر به چشم ترم. که چی وضعیت سر ما آمده: یتیم کرد مرا این سپید مردم کش، اسیر و بی کس و بی خانمان و در بدرم. درد عنوان میکنم: ای دل تو خون ببار که در دیده نم نمان. چی وضعیت هستی پریگده؟ ای سینه چاک شو که دیگر جای غم نمان. یا و همی قسم و شعرهای دیگری که باز حتی همون قسمی که گفتم وقتی که غزل میگه، بازم غزلش غزل درد و اندوز. شما توجه کنیم به عناوین غزل ها، تنها عناوین همه اندو میباره. فرزن غزل های عاشقانه از اون هم که ببینین، عنوان داره: ظلمت سرا میوه تلخ، گوشه قفس رای نیستان، ناله و دل شد گری رای نیستان کجاست. طفل عشق طوفان مرگ آه بی تأثیر، فتنه غمگسار. تا جایی که ببینین عاشقانه ترین غزلا را بخوانین، اوج میزنه درد و اندو در داخلش. با سوختم از وقت ما چی کنین سپس؟ و به همی اساس میبینیم که خلیلی شاعر درد و اندوس و شاعر حسرت و حرمان، که ملکزاد صاحب بخشای از داره در نظر گرفتن و کاری بسیار بزرگ با ارزش انجام دادن. ما امیدوار هستم در کارهای بعدی این بخش تصویرگری و بخش درد و اندوی خلیلی را که سرایشگر درد ملت در طول تمام زندگیش از سالگی تا وفاتش بوده، بیانگری از این دردها و رنجهام باشه و ایره تحلیل و ارزیابی بکنه. برای ملکزاد صاحب تبریک میگم به کار بزرگ و امیدوار هستم که موفقیت های بیشتری بازم داشته باشه. تشکر. تشکر جناب دکتر صاحب، لطف کردین. پیش از اینکه به صحبت پایانی جناب ملکزاد صاحب برسیم، میبینم که جناب اندیشمند شناخته شده کشور ما جناب دردیقل میمنگی تشریف دارن. اگر حضور دارن یک دو سه دقیقه صحبت بکنن، بسیار خوشحال میشیم صدایشان را بشنویم و همچنان خوش آمد میگیم شان در این نشست امروز. بسیار خوشحال هستم که جناب میمنگی صاحب میبینم تصویرشان. چند دقیقه در خدمت آن هستیم جناب میمنگی صاحب، بفرمایید. تشکر. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگوارایی که در این محفل باشکوی ادبی حضور دارن و ما که در دنیای ادب و شعر بضاعتی ندارم که ما در
و از او حرفی بزنم و از شاعر بلند مرتبتی چون خلیلی را که او را حضرت نامه یدیره یا حضرت نامه شیری یدیره جناب ملکزاد صاحب برشته تحریر آوردن و به عنوان اولین اثر در رابطه با مسائل نستالوژی در جامعه افغانستان تقدیم کردن برای ملکزاد صاحب مبارک باد میگم. و از صحبت های ارزشمندی که همه بزرگوارا در محفل امروزی کردن ما تا به می لحظه حضور داشتم و حضور دارم، با وجودی که به یک محفل دیگه باید می رفتم. یعنی مال ما به فکر ای که محفل ختم میشه حرکت کردم به اون طرف که 15 دقیقه به او هم وقت دارم که باید برسم. ما در راستم، ولی ما همین قدر میگم که ملکزاد صاحب ما با هم پیوند خانوادگی داریم و دیو و قصبه و از کوچه و باغ کوچه باغهای مشترک سر بلند کردیم و ما افتخار شاگردی قبلگاه بزرگ دینار مولایس عبدالملک داشتیم و ملکزاد از دوران طفولیت علاقه به شعر و ادبیات و آموختن فنون و هنر شعری را در قریه خود داشت و ما میبینیم که ملکزاد به این پایه کمال رسیده و از سرزمینی که از کوچه باغی که تا مدت ها مکتب داشتیم، ولی مکتبی که پاسخگوی مردم قریه و دی و منطقه ما باشه نبود، برای که ما در اونجا بر مدت ها و مدت ها مثل که یکی از بزرگای دنیای فرهنگ زیاد تخاری که مدیر معروف میمنه بودن، اونا درد دل مردم میمنه را با در یک معروضه به علی احمد پوپل می نویسن که جناب پوپل، ما در سرزمین وظیفه گرفتم که در اینجا مکتب ها همگی وجود دارند، ولی در این مکتب ها همه کتاب ها پشتو، استاد ها فارسی زبان و شاگرد ها ازبک ها هن. شاگرد نه پشتو را می دانه و نه فارسی را، و استاد فارسی را میفهمه ولی کتاب پشتویی را که درس میده از او چیزی نمیفهمه. ما ملکزاد همه سر بلند کرده از چنین یک جغرافیا و محیط استبداد زده استیم که ما امروز اگر به زبان دری حرف میزنیم، به زبان پشتو حرف میزنیم، ولی بزرگترین کمبود ما در زندگی روزمره ما کمبود ندانستن کافی زبان مادری ماست. باز هم افتخار میکنیم که ما زمانی که به کابل آمدم خودم ما فارسی را به لهجه هزارگی یک مقدار یاد داشتم، نه بکنه، ولی امروز افتخار دارم که به زبان فارسی با شما صحبت میکنم و ملکزاد میبینم که آثار خلق میکنه و در جمع ادیبان و دانشوران و سخنوران حضور برجسته داره. ما ایره هم به خود، هم به خانواده خود ما، هم به مردم ما افتخار بزرگ میدانم. امیدوار هستیم که ملکزاد به این رای قدم گذاشته با صلابت قدم برداره و قلم خود همیشه در خدمت بیان حقایق واقعیت های زندگی جامعه که ما به او تعلق داریم به کار ببره. چنانچه اگر ما از حسرت نامه خلیلی بزرگ یاد میکنیم، او حسرت نامه محصول زمان و مکان، جغرافیا و تاریخ است، جغرافیایی که در اونجا استبداد لانه کرده و تاریخی که در اونجا جنگ ها، کشتار ها، کلمنار ها و آدم شقه کردن ها، مسله کردن ها، چشم کشیدن ها و گوش بریدن ها یک امر معمول بوده. و بدتر از همه ای که ما از بیگانه ها همیشه در چی بودیم؟ باشنده های سرزمین قربانی خواست زمامدار ها
در پا و فدا شدن هستی از اینا در پای بیگانه ها بوده. ما اگر این حسرت نامه را مرتبط بسازیم با تاریخ جامعه خود، با جغرافیای مردم خود، خود ما به خوبی درک کرده میتونیم که این حسرت و این درد و این غم تا کجا و کجا کجا دامنه داره. تاریخ دردنامه مشترک است برای همه باشنده های سرزمین که اگر روز خوش از اینا را ما یک دوره کوتاه امن و امان بودن راه ها ولی در فقر و بیچارگی مردن انسان ها از گرسنگی جان دادن انسان ها حساب بکنیم، این سرزمین سراپا آه است، درد است، رنج است، عذاب است و خاطرات پایان ناپذیری که تا به امروز هم ادامه دارم. ما با عرض تبریک با قلبی و ملک زاده صاحب و از قضیه که سخنان ارزشمندی را که هر یک انصاری صاحب، آریان فرد صاحب، استاد لبیب، دکتر صاحب، استاد لبیب، شعور صاحب و اینا شنیدم، واقعا سخنان ارزشمندی بود و ما امیدوار بر اینیم که همه با هم بر بیان نوستالژی و یا حسرت نامه های گذشته زنجیر پیوند بر بین امروز آینده پیدا بکنیم که این زنجیر راه پایان دادن به حسرت نامه های دردآلود و رنجآلود و مملو از ناامیدی و مظلومیت و محکومیت پایین ببخشه. ما از اینکه به همه فرصت بخشیدین و وقت اضافی را در خدمت ما گذاشتیم که البته این وقت دیگه هر جمندایی بود که در اینجا حضور داشتن، از همه شما سپاسگزار هستم و بر هر یک شما موفقیت آرزو میکنم و جناب ملک زاده‌صاحب بر امروز فردایشان چیزهای آرزوهای بالاتر بالاتر ادی بیشتر ادی را آرزو میکنم. تشکرش. تشکر جناب ملک صاحب، لطف کردین. خب در بخش پایانی نشست امروز ما از جناب ملکزاد صاحب دعوت میکنم که رشته سخن به دست بگیرن و قبل از اینکه ایشان سخن خود آغاز بکنن میخواهیم که نشر از این کتاب به خود جناب ملکزاد صاحب به جامعه فرنگی افغانستان و ضمناً به بنیاد نشراتی برمکیان خوجاسباد بگوییم و امیدوار هستیم که آثار بیشتری از این دست داشته باشیم. جناب ملک زاده صاحب بفرمایید، ما شما 10 دقیقه در اختیار داریم. صدایتان باز بکنین مایکتان ملک زاده صاحب. تحت تاثیر بزرگا آمدم، ببخشید. به نام پروردگار یکتا و حمد و ثنای بیکران به آن ذات بی همتا و درود بی پایان روان پاک سرور کائنات علیه افضل الصلوات. ضمن عرض سلام اجازه بدید تا قبل از همه از تک تک فرزانگان و عزیزان محترمی که ابراز امتنان بکنم، با وجود مصروفیت های زیادی که داشتم بخشی از وقت گرانبهایشان در اختیار ما گذاشتند و قول مارانا جامی بطو نعمت ز دست هر کی رسد نه به میدان شکرگویی پای که به شکر خدا قیام کند تارک شکر بندگان خدای. بدهیست زمانی که فرزانه یا عزیزی به ما وقت گرانبهایش را لطف میکنه تا چیزهایی را بیاموزیم و به اندوخته های خود بیفزاییم، ای در ذات خود جای تشکر فراوان داره. بنابراین جا داره مجددا با اجازه شما با وصف که وقت عزیز جناب پروانی سیب خیلی کم مانده یک دو نکته به عرض برسانم که مقدمه آن ربط داره به تشکری باید از تک تک عزیزان جمله خود جناب پروانی سیب و متعاقبا
از گردانندگان یا دست اندرکاران اصلی برنامه جناب دکتر سیب لبی، جناب دکتر سیب شور، جناب دکتر سیب آریانفر و جناب دکتر سیب انصاری که لطف کردند مطالب بسیار آموزنده ای بر ما ارائه داشتند که نکته نظرها را یادداشت گرفتم و به او بعدا میپردازم. و در پهلوی بزرگوارام از برادر بسیار مهربان و عزیزم جناب استاد فاضل تشکر میکنم که مقدمه زیبایی به کتاب لطف کردن، و از جناب سفیر سیب مسعود خلیلی یک جان ممنون که با وصف کسالت نیورویی که داشتن پیام مهرامی زیر فرستادند. و بدین ترتیب از دوست ارجمند فری جان و محتاط که در نشر کتاب توجه و اهتمام جدی مبذول داشتن، خداوند برشان اجر بتن. و یک دو دوست دیگه ای که در قسمت آرایش کتاب به خصوص از آقای احراری که پشتی کتاب با طراحی از اینا زیبا شده و مورد لطف و نظر دوستا قرار گرفته، از اونا هم تشکری بکنم. و در آخر از خانواده عزیز خودم تشکری بکنم که وقتهای لازم در اختیار ما گذاشتن تا موارد یا داشته های تهیه بکنم و به شکل یه اثر در بیاورم. ما پیش از اینکه به نکته نظرهای بزرگا بپردازم فقط یک نکته را میخواهم یادآور شوم، و که ادعا ندارم کتاب از عیب و کاستی های بری یا آری بده باشه، بلکه هیچ اثری از آثار بندگان را نمیتونه آدم به حکم بگره، چه جایی که به بنده ناتوانی مثل مایی که دیگر به قول بیدل ما را نمیتوان یافت بیرون از این دو عبرت، یا ناقص الکمالیم یا کامل القصوریم. ما دیگه تقصیرات کوتاهی های خودم میفهمم، و خصوصا اصرار ما به جناب پروانی سیب با استادان ارجمند و عزیز ما جناب دکتر سیب شور، جناب دکتر سیب لبیب، جناب دکتر سیب انصاری و جناب دکتر سیب آریان فرمی بود که بیاین و ضمن که درباره کتاب یک نظریاتی را بکنن، رهنمودهایی را به بنده ناتوان و شکست قلم نیز ارائه بفرمایند که واقعا لطف کردن و از صحبت های ارزنده ایشان فوق العاده مستفید شدیم، خداوند برشان اجر بده. البته من عرایض زیادی دارم که او را میگذارم به خاطر از که فرصت برابر برنامه کم است، چون تقاضای برادر عزیز ما جناب انصاری سیب پروانی سیب برای ما بسیار مهم است که گفتند که اگر نقطه نظرها یا جنبندی هایی که در رابطه خود در نظر داری، ما به امید ترجیح میتونم که شروع بکنم از جناب انصاری سیب که فرمودن که اشعار نویستالوجی تنها در به اشعار فارسی سراغ نمیشه، بلکه و اشعار عربی هم سراغ می شم، و سخن از اینا کاملا موافق هستم. و موضوع دیگه ای که گفتم دگه ملکزاد باید در راستای به برجسته ساختن هویت فرهنگی ما و که استاد یکی از ترایداران از استیق رابطه تلاش صورت بگیرم، من در این قسمت هم نواستم. و نکته دیگری که ایشان انگشت گذاشتن و ما هم خودم هم نواستم با اون که چند سبایی و در مدارس دینی و خصوصا حضور قبلگاه بزرگوارم که یکی از علمای بزرگ افغانستان بود مزانی تلمذ زدم، ایره می فهم که حدیث و حب الوطنی من الایمان قدر سقه و قابل از این است که به عنوان یک حدیث
صحیح سرش تاکید صورت بگیره. اما یک نکته در حوزه ادبیات و خصوصا حوزه عرفان بسیار حضور بسامد داره و اویی که عرفا بسیاری از احادیثی را که به نام احادیث را داشتن دیگر دو علمای دیگر در مورد از اون نظریاتی دارند که من در قسمت زیاد نمی پیچم و مزق جمله مثلا مولانا بس در مستنی در کلیات شمس در با یک سلسله احادیثی آورده که با همو عرایز جناب دکتر سیبانسوری دو باستاق میابند. به هر حال نکته اخیری که جناب انصاری سیب داشتن دیگه در بود هویت اشعار استاد خلیلی باید بیشتر ترکیز صورت بگیره. من انشاءالله خود در نشر بعدی که من امیدوار استم خداوندی فرصت تا نصیب بکنه و بتانم با بهره از صحبت های هر یک از بزرگا در قسمت هم بپردازم و کتاب کمی غنی تر بسازم انشاءالله. ای بود از جواب یا نکته نظرهایی در رابطه با صحبت های جناب دکتر سیب انصاری و اما جناب دکتر سیب لبیب که همزادگاه ما هستند و از روزی که ما پا به مطبوعات فاریاب گذاشتم اولین کسی که شناختم بعد از استاد متین اندخویی یکی از مشاهیر بزرگ فاریاب جناب دکتر سیب لبیب اندخویی هستند که جناب پروانی سیب گرچه اونا را استاد گفتن تنها ما می شرمم که لقب ادبیات چه دکتر ادبیات از اونا دیگه تنقیش بکنم. واقعا استاد در موارد زیادی به ما لطف و محبت داشتن و صحبت هایی که از طریق تلفن هم روشان داشتم و نکته نظرها و آموزه های زیادی را از اینا فرا گرفتم و از اینا یک جان تشکری میکنم و اونا هم در ارتباط با مسئله نوستولوژی که دکتر سیب انصاری هم به اونا پرداخته بودن و هر یک از دوستا و دکتر سیب شعور و بعدا هم روشن به ارتباطشان که هم میزنم و پرداختن که نظر نیک و معقولی حفظ و ما تکرار دیگر لازم نمی بینم. و ای که دکتر سیب لبیب اندخویی لطف کردن گفتن که یگانه نخستین اثر ادبی در برای نوستولوژی شاید دقیقی از کمال و لطفشان باشه و همچنان جناب دکتر سیب شعور همین موضوع را یاد بر شدن و دکتر سیب آریان فرام و همچنان سیب هم شاید خب دوست های دیگه هم دی عرصه قلم زده باشن. به هر حال ما به عنوان یک شاگردی از شاگردان به قول خود دکتر سیب استاد مرحوم که دمی یک اصطلاح داشتن که دیگه شاگرد غبی ما یکی از شاگردای غبی شان بودم که افتخار ملاقات با پای همراهشان در دیار هجرت داشتم. خداوند رویشان شاد داشته باشه. بازم از توجه و لطف و محبتی که جناب دکتر سیب لبیب کردن یک جوان ممنون. موضوع بعدی که باز هم از جناب دکتر سفیر سیب بزرگوار خلیلی سیب فرزند ارشد مرحوم استاد بزرگوار خلیلی سیب تشکر که با وصف کسالت جسمی داشتن پیامی گذاشتن و او پیام بر من بسیار انرژی بخش و روح آفرین است، روحی آفرین است. خداوند برشان صحت و تندرستی کامل نصیب کنه. و میرسیم به یاد داشته و نکته نظرهای جناب دکتر سیب شعور که واقعا درباره ادبیات شفاهی نکته نظرهایی گفتن که من از این موضوعات واقعا بهره زیاد بردم و آموختم. خداوند به وجود ای عزیزا و شما عزیزا، هر یک شما عزیزا و عزیزای دیگه که در آنلاین در برنامه ما شرکت دارن، خداوند برشان برکت و اجر مزید نصیب کنه. و ایشان ای که فرمودن و لطف کردن و مرا به امانتداری متوجه ساختن که در یک قسمت کاری بود که باید میکردم، باید این امانتداری را در نظر میگرفتم. اما ای که بعضی از نکات جناب دکتر سیب شعوری ارتباط میگیره با کار کارشناسان، ما برای شما میگویم که اونمو شعر بیدل بود که قبلا گفتم ما دانه میکنم نویسنده هستم یعنی. اما یک
اگر در ارتباط به مشخصا از استاد خلیلی بگویم، یک از ارادتمنداش بودم که اینمی سر آماده ساختم، امیدوار هستم به عنوان یک اثر مورد پذیرش قرار بگیره. بازم از شان یک جان تشکر. و موضوعی که جناب دکتر شیبشور اشاره کردن، موضوع هم فهم بودن نوشته هست که در یک قسمت هم خوب، هر کس یک اسلوبی داره، یا اسلوب دیگه کمتر میتونه آدم از کسایی که با او سر و کار داشته و استمرار میتونه به کارایش او را از پیش سلب بکنه. و هر حال باز هم توجه خود شد که ما به زبان ساده و عام فهمتر در این مسائل بپردازم. دیگه موضوع نوستولوژی را قبلا اونا یادآور کردم، ما دیگه این چیز نمی کنم، ارتباط نمی گرم. دیگه فقط نمی گم که به ارتباط نکته نظرهای هر یک از استادا و دانشمندایی که در محفل مبارک که با حضورشان مبارک ساختم، انشاءالله این وعده را می سپارم که در مراحل بعدی به هر یک از این نکته نظرها خود پرداختم و کتاب به قول دکتر سیف شوری اکادمی تر انشاءالله ارائه بدارم. موضوع سوم بحث جناب دکتر سیف آریانفر بود، با وصف گرفتاری هایی که من خبر دارم اونا دارم، استاد خلیلی را شخصیت ناتکرار گفتند و واقعا چنین است. و استاد شخصیتی بود که همیشه درد و رنج سراپای حرمان و اسارت سرافای هستی شان را فرا گرفته بود که واقعا غم انگیز است داستان زندگی زنام. و اونا دو سه نکته را یادآور شدند که اول حسرت ایرمان که دقیقا استاد از حسرت ایرمان فراوان گفته، و دوم مسئله درد و اعتراض که شاید ما کمتر با پرداخته باشم. انشاءالله در بازبینی بعدی در یک قسمت هم توجه بیشتر انشاءالله معطوف خود داشتم. و اینکه کتاب قابل قدر دانستن، باز هم از ایشان تشکری میکنم. و در اخیر از جناب پروفسور سیب، از عضو خانواده ما جناب پروفسور میمنگی هم تشکری میکنم که مرا دیگه دست مرا دوباره گرفتن و نوستولوژی حضور در میمنه را زنده ساختن. خداوند به عمرشان برکت برده. واقعا ایشان یکی از غنایم بزرگی هستند و دیگه جناب استادایی که در این برنامه هم داشتن و مقدمه نگار عزیز و دوستای عزیزی که وقتهای گیران بایشان در برنامه به اختیار ما قرار دادن و آنلاین حضور دارن، از تک تکشان صمیمانه تشکر میکنم. و واقعا ما را با کمال عجز و ناتوانی اعتراف بکنم که در برابر محبت های شما بزرگا، شما برادرا، شما عزیزا و شما شنونده ها و شما کسایی که دی برنامه با ما هستین، دیگه خدا احساس عجز و ناتوانی میکنم. خداوند به همه شما دیگه اجر و پاداش مزید نصیب بکنه. دیگه ما بیشتر از این چون برنامه با اون شکلی که ترویزی شده بود به پایان خود میرسه، دیگه بازم یک جهان تشکر از تک تک شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت. تشکر جناب ملکزاد صاحب، لطف کردین. خب به پایان برنامه نزدیک میشیم، اجازه بدین در قسمت از طرف خودم و همکارم در کتابخانه درخت دانش و انجمن ادبی درخت دانش از یک و یک شما ابراز سپاس بکنم که در این نشست حضور داشتین، همچنان از جناب ملکزاد صاحب که اجازه دادن رونمایی از طرف کتابخانه درخت دانش صورت بگیره، همچنان ابراز سپاس میکنم و آرزو میکنم که آثار دیگه از ایشان داشته باشیم. فقط داخل میخوایم یک چیز را ذکر بکنم چون اندیشمندان گرامی حضور دارند در این نشست. کتابخانه درخت دانش با بیش از 8000 مطلب به صورت رایگان به زبانهای انگلیسی، فارسی، پشتو، نورستانی، ازبکی، مونجی، ساوجی و پشهی مطالب داره که تمامش تحت مجوز منابع باز آموزشی یا Open Educational Resources هست. دوستان میتونن استفاده بکنن. اگر دوستا آثار خود در این کتابخانه برای نشر روان بکنن، اختیار عده زیاد از هموطنان ما به صورت رایگان قرار خواهد گرفت.
بازم تشکر از حضورتان. محفل همیجه یا نشسته به پایان میبریم. خداوند یار و مددگار همه شما عزیزان.